امروز قرار غذا و خوراکی‌های مختلف رو تبدیل به پیتزا بکنیم، ببینیم خوشمزه میشه یا نه. ویدیو رو حتما تا آخرش ببین چون قرار عجیب‌ترین پیتزاهای دنیا رو توی این ویدیو ببینید. بچه ها امروز قراره که پیتزاهای خیلی عجیب غریب و مختلف رو با هم دیگه تست کنیم، ببینیم واقعا این پیتزا خوشمزه میشه یا نه. چند وقت پیش داشتم توی یوتیوب میچرخیدم که این چنل انگلیسی رو پیدا کردم که غذاهای مختلف رو میومدن تست میکردن ببینم خوشمزه میشه یا نه. البته یه همچین چنل توی ایران هم هست که کومان، دیگه کومان فکر کنم همتون بشناسین. قرار 9 تا پیتزا رو با هم تست کنیم که تو هیچ جای دنیا نیستش و اولین باره که قراره همچین پیتزایی رو با هم دیگه تست کنیم ببینیم واقعا خوشمزه میشه یا نه. پیتزای اولی که می‌خوایم با هم دیگه تست کنیم پیتزای چیپسه. پیتزای اول که می‌خوایم با هم دیگه تست کنیم پیتزای چیپسه، یعنی فقط چیپس و با پنیر، همون چیپس پنیری خودمونه ولی خب این سری به شکل پیتزا درآوردمش. آقا بریم اولیشو با هم دیگه تست کنیم ببینیم خوشمزه است یا نه. آقا اوکی برو بریم اولیو سس نمیزنم که ببینم بدون سس چه مزه‌ای میشه. آقا بچه انگار لایه یه نون بربری چیپس رو ریختیم، پنیر رو ریختیم، شده این. بذار با سس ببینیم. بچه اینجا انواع سس‌ها هم داریم ماشاءالله. اینجا رو داشته باش. آقا سسش هم بزنیم ببینم با سس خوشمزه میشه یا نه. اگه نونش رو بچه نگاه کنی خیلی زخیمه، انگار چیپس پنیری رو داریم با نون میخوریم. بچه حال نکنم، هم چیپس پنیری و چیز جدیدی نبود. بچه اگه بخوایم نمره بدیم من به این میدونین چند میدم، به این 3 میدم چون همون چیپس و نونه هیچ مزه خاصی نداره ولی خوشمزه است. حالا بریم پیتزای کوبیده رو تست کنیم. وای وای بچه ها چیپس کوبیده. تو ما چیپس کباب کوبیده رو دیده بودین آقا؟ چقدر چسبناکه. آقا اینجا رو نگاه کن دیده میشه بچه کباب چسبناکه. داشاری هم توی همین ویدیوش باید این اثر بکنه. این بهار تموم شد، آلرژی من خوب نشد. بچه پیتزای کوبیده تا به حال ندیده بودم که دارم میبینمش. داره کنده میشه. بچه بوی کوبیده میده. آقا همه چیش اوکیه. بریم تست کنیم. بچه جدا از شوخی ها خیلی خوشمزه شده، یعنی کوبیده که همون طعمش اینا اوکی، یعنی عوض نشده و پنیرم ریختی روش، اصلا یه چیز خیلی عجیب غریب و جدید شده. بذار با سس هم تست کنیم آقا ببینیم چه طعمی میشه دیگه. پیتزا دیگه رو پیتزا سس نزنی مزه نمیده. یه طعمای جدیدی توی مغزم داره اضافه میشه که هیچ وقت این طعما رو من تجربه نکردم. بچه بد نیست ولی خوشمزه است. این سری میخوام کوبیده با پنیر پیتزا رو تست کنم. بچه بیشتر طعم همون همبرگر خودمون رو میده، یعنی انگار همبرگر رو داریم میخوریم که روش پنیر داره ولی به شکل پیتزاه. طعمش بد نبود ولی طعم همچین خفن و باحالی هم داشت. آقا من که خیلی خوشم اومد، من به این 6 میدم. شما هم بچه حتما تو خونه تست کنین، یه کوبیده بخرین، خمیر پیتزا روش بذارین و پنیرم بریزین و تمام دیگه میشه پیتزای کوبیده. تا شما یه پیام بازرگانی ببینید داشالی اینو بخوره چون ناهار و صبحونه نخوردم. پیتزای بعدیمون پیتزای جوجه کبابه. ای جونم بچه، یکی مثل من که هم عاشق جوجه کبابه، الان میخوایم پیتزای جوجه کبابو با هم دیگه تست کنیم. فقط ظاهرش رو نگاه کنین. آقا فکر کنم این خوشمزه باشه. چرا؟ چون پنیر و مرغ دیگه. پنیر و مرغ. یا خدا، آقا پیتزامون از دست داشتیم میدادیم. چون بچه پنیر و مرغ 100% خوشمزه میشه. و اینکه شما از کامنت ها بنویسید ببینم بچه‌ها طرفدار مرغین یا گوشت قرمز. من مرغو خیلی بیشتر دوستم، ولی گوشت رو اصلا. بوی جوجه میده. بوی چی بده مثلا؟ آها بذار اینو من تست کنم، ولی خیلی خفنه. جوجه کباب با پنیر پیتزا و پیتزا، یعنی پیتزای جوجه کباب. بچه میدونی دقیقا مثلش، انگار یه نون و گذاشتی و داری یه جوجه کباب میخوری با پنیر. یه چیزی کم داره، نوشابه. یه لحظه باید شب و خمش به میخونه میرم من سراغ میو سلام. آقا اینم از نوشابه همون بذار با نوشابه، با پیتزا رو باید با نوشابه خورد. پروسه درست کردن اینا یه طرف بکنم 2-3 ساعتی زمان برد و اینکه از صبحم هیچی نخوری نهارم نخوریم یه پروسه دیگه. الان ساعت چنده؟ ساعت 6ه به نظرم. آقا اینم خوشمزه بود، منم به این امتیاز 6 رو میدم، ولی جوری نبود که بگم واه خیلی خفن بود از این داستانا، ولی خب خوشمزه بود. یه بار امتحان کن، یه جوجه کباب بخرین، یه خمیر پیتزا و پنیر پیتزا. حالا وقتش رسیده که پیتزای قرمه سبزی هم با هم دیگه تست کنیم. وای وای بچا نگم براتون، این با روح و روان شما بازی میکنه. پیتزای قرمه سبزی، خداییش پیتزای قرمه سبزی کجای دنیا دیده بودین؟ ولی فکر کنم طعم خاصی نداره، چون خمیر پیتزا با قرمه سبزی دیگه انگار یه نونه با یه قرمه سبزی، ولی بازم تست کردنش ضرر نداره. اینقدرم بچه نرمه نگم براتون. نگاه کن داره وا میره. یا خدا یه تکنیک اینجا بگیرم. اوه چقدر باحاله، نگاه کنید. آقا برو بریم سلامتی. داشت بیا پایین بیا پایین. بچه هیچ وقت قرمه سبزی که توی فرمیزارین رو نخوریم، بوی یه طعم سوختگی میده اصلا. وای خیلی مزخرف شد ولی خوشمزه است. وای خیلی مزخرف شد ولی خوشمزه است. میدونی چرا؟ چون همون نون و قرمه سبزیه. بچه هیچ وقت قرمه سبزی که توی فرمیزارین رو نخوریم. باحاله پیتزای قرمه سبزی، یعنی شما هیچ چند زدم. وای وای بریم سراغ یه پیتزای خیلی عجیب، پیتزای شکلاتی. وای بچه قرمه سبزی بهتون نگم، قرمه سبزی من بهش 4 میدم، چون نمیدونم مشکل از قرمه سبزی بود یا چی بود، یه طعم خیلی بدی میداد. بچه تا به حال شده شما یه پیتزایی بخورین، پیتزای شکلاتی، پیتزای تنقلات و نوتلا و از این چیزا، فکر کنم خیلی خیلی خوشمزه بشه. الان دقیقاً یه همچین پیتزایی بچه من درست کردم. نگاه کنین روش مارشملو داره، شکلات داره، شکلات شیری داره و زیرش به جای سس گوجه شکلات صبحانه زدم که واقعا فکر کنم چیز خفنی بشه. این مارشملوهاش هم نگاه کنی مثل این خارجی، نگاه این پنیر داره کش میاد. اوه بچه اینجا رو نگاه کنی، این شکلات شکسته و شکلاتش میرزه بیرون. نگاه سس توت فرنگی داریم، سس کارامل داریم و سس خود شکلات. آقا بریم اول بدون سس بخوریم ببینیم چه طعمیه. مطمئنم این چیز خوشمزه ایه. و اینکه بچه اگه لایک های این ویدیو رو به بالای 4000 تا برسونی بچه میریم سراغ پارت بعدی و توی کامنت ها هر چیزی که بنویسید، مثلا عجیب ترین غذاهای دیگه حتما کامنت ها بنویسید بریم اونا رو هم بسازیم. خیلی خوشبوه بچه، خیلی خوشبوه بچه، بریم تستش کنیم. چه بکشمه بچه، 10 از 10 فوق‌العاده است. بذار از مارشملوهاشم بخورم. بچه واقعا پیتزای خوشمزه یه. نگاه کنی اصلا ظاهرش که مشخصه. حتما تو خونه اینو تست کنین و استوری کنین، منم تگ کنید و منم استوری شما رو حتما استوری میکنم. ولی فوق العاده شده، این فوق العاده است. حالا بچه میخوام یکم سس شکلات بهش بزنم. اینجا رو نگاه کنید، نگاه اینم سس شکلات. خیلی خوشمزه است. بچه میتونم بگم یکی از خوشمزه ترین چیزاییه که تو کل عمرم خوردم. واقعا خیلی خوشمزه است. حتما شما هم درست کنید. خدا پیتزای بعدیمون پیتزای هایبایه. بچا پیتزای بعدی که میخوایم با هم دیگه تست کنیم پیتزای هایبایه. بچا نگاه کنین این الان پیتزای هایبای. ای وای بچا الان همونطور که میبینین این پیتزای هایبایه. هایبای خوردم و زیرش سس کارامل زدم، یعنی از همین سس. و اینکه آقا بیایم ببینیم، هممون که هایبایو خیلی دوست داریم، یعنی هایبای یکی از محبوب ترین بیسکویتاییه که داخل ایرانه و الان اومدیم پیتزای هایبای بخوریم. واقعا هم زیرش هم روش من سس کارامل زدم. بریم ببینیم چه طعمیه. چقدر شیف بود. این به جا نوشابه باید شیر بریزین، واقعا با شیر خوشمزه میشه، این انگار کوکی داری میخورین. بچه ها میشنوین؟ نه صدای کبوتره. بچه یه نوع کبوتری هست ذهن منو خیلی درگیر کرده. بعضیا بهش میگن موسی کوتقی، فرهاد ایکس‌ای هم بهش میگفت خدا، ولی تو شهر ما بهش میگن یا کریم یا کریم فکر کنم میگن. نگاه این پرنده ببین محمد عکسش این بغل بذار، صداش هم داشت خیلی خوب میتون در بیار. نگاه به پیتزای هایبای هم من میدم با شیر ولی خوشمزه میشه. وای بچه بریم سراغ پیتزای قیمه. بچه فکر کنید توی خونه نشستیم و گریه میکنیم میگیم مامان من فست فود میخوام، مامان من پیتزا میخوام، و مامانتون نهار قیمه پخته. چیکار میکنید؟ شما میاد یه خمیر پیتزا میخرید و پیتزای قیمه آماده میکنید. پیتزای قیمه بچه شما تو کامنت بگین طرفدار قیمه خیلی زیادی یا طرفدار گرمه. من که خودم قیمه رو خیلی بیشتر دوستم، نمیدونم چرا، ولی گرمه هم طرفدار زیادی داره. مطلب حقی بود. بچه قیمه همه چیش خوشمزه است، قیمه همه جورش خوشمزه است، فوق العاده است، عاشقشم. قیمه 8 میدم. بله میگه داشلی فقط تو عشقی. وای یه مدت بچه اینو به من میفرستادن بیلم نمیکردن، دایرکتم فقط شده بود داشلی فقط تو عشقی. بریم سراغ پیتزای پاستیل. بعید میدونم از این پیتزا تو جاهای دیگه بتونید پیدا کنید. وای بچه پیتزای بعدی رو بهتون نگم که پیتزای پاستیله. بچه واقعا پاستیله خیلی میبینید چجور کش میاد. من اینجا چند تا پاستیل ماری گذاشته بودم که کلا ذوب شده، زیرش چقدر خوش رنگه. بریم برای پیتزای پاستیل. آه خیلی چسبناکه. وای چسبید به ارتودنسیام. وای وای سروران عزیزی که درم. بچه این به قدری چسبناکه، یعنی من اینو بردارم اینجور بزنم به دیوار میچسبه. و اینکه بچه خیلی خیلی شیری حاجی چسبید. حاجی این چیه من درست کنم؟ بچه این اصلا خوب نیست. من به این میدم 2 چون طعم خاصی نداشت، ولی اون پیتزای شکلات که واه نگم براتون. بچه اینجا رو فقط نگاه کنید، پیتزای پنیر. آقا فقط لایه های پنیر اینو شما بگیرید. چقدر این نرمه، خیلی خیلی نرمه. نرمه. آقا اینو مطمئنم خوشمزه میشه، پیتزای پنیر، یعنی پنیر خالص، هیچ چیز دیگه ای من نزدم و فقط پنیره. بریم با هم دیگه تستش کنیم. ولی خیلی پنیر، این باید سس بزنیم. اینم پیشنهاد میکنم حتما یه بار تست کنید. پنیر ورقه‌ای بخریم فقط چلنای روی همینجور بزنید و اینکه بخورید، خیلی خوشمزه است. ولی بچه‌ها زیاد نخورید، اینا ضرر دارین، اشکاله. آقا من میخوام به این پیتزا نمره بدم، به پیتزای پنیر امتیاز 8 میدم چون واقعا خوشمزه بود، ولی خب یکم همچین زیاد روی بود، چرب و چیلی و این چیزاش. بچه‌ها اگه شما هم ایده های بهتری دارین برای پیتزاهای خفن‌تر حتما تو کامنت ها بنویسین و اینکه بگین که پارت بعدی چه غذای عجیب غریبی رو با هم دیگه بیاین تستش کنیم. بچه‌ها اگه تا این ثانیه ویدیو رو هم دارین نگاه می‌کنین مثل همیشه توی کامنت یه قلب قرمز بذاریم ببینم کیا داشتن ویدیو رو تا آخرش نگاه میکردن. کانال یوتیوب ما رو حتما بچا سابسکرایب کنید، این زنگوله نوتیفیکیشن هم حتما روشن کن که هر وقت ویدیوهای خفن آپلود کردم سریع با خبر بشید. خیلی دوستتون دارم بچا، چیزی هم نمونده که 100,000 تایی بشیم. پیج اینستاگرامم هم آیدیش الیکشات، حتما پیج اینستامم فالو کنید و لینک سرور دیسکوردم توی دیسکریپشن هست، اگه دوست داشتین حتما جوین بشین. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. دو تا ویدیو آخرم اگه ندیدی حتما برو ببین که خیلی ویدیوهای خفنی ان. مراقب خودت باش تا یه ویدیوهای دیگه. بدرود. بذار من اینو کات کنم. مامانم بیاد ببینه چی کار کردم و خدا به دادم برسه. یکی هست تو قلبم. این مرتضی پاشایی چی شد؟ مرتضی من یادم رفت. این بنده خدا صداش هم خوب بود. اوه نور اینجا چقدر فرق میکنه. بچه‌هایی که تا این ثانیه ویدیو رو میبینن لایک کنن. نه توی کامنتی قلب سبز بذار ببینم کیا تا این ثانیه ویدیو رو داشتن میدیدن.